نماینده مردم خوس در مجلس نمایندگان دولت پیشین بود. از چهره هایی بود که بیشتر حرفایش چون برگشت دوبارهش به افغانستان واکنش برانگیز شده بود. از حامیان رد نخست جمهوریت و به ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین بود. در ادامه روند برگشت چهره ها پس از سقوط جمهوریت همین هفته پیش دوباره به کابل برگشت. اما چرا افغانستان را ترک کرد و چی شد که دوباره تصمیم برای برگشت گرفت؟ روی این موردها و بیشتر از این در گفتگوی امشب با او گفتگو میکنم. مهمان من آقای کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوس در مجلس نمایندگان دولت پیشین است. اصولی صاحب بسیار تشکر از اینکه فرصت گفتگوی ویژه را دادن. خوش اومد. سلامت باشیم. بگذارید کم متفاوتتر آغاز بکنم از دیدارای ایدی چون در هفته اید قرار دارم. کجا رفتن به اید؟ کیا را دیدن؟ در اید من در خانه خود بودم. روز اول اید مهماندار بودم. روز بعدیشم رئیس صاحب جمهوری پیشین دکتر صاحب ببخشید حامد کرزای را، دکتر صاحب عبدالله را و حکمتیار صاحب هرسی رهبر مردم افغانستان، رهبران مردم افغانستان را دیدم. درست. یک عکس واکنش برانگیز از شما دارم که از جریان عید مبارکیتان با دکتر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین است که از منتقدان سیاسی آقای عبدالله بودن. چی شد مخالفت دیروز و رفاقت امروز؟ با دکتر صاحب عبدالله در وقت آشنا شدم که وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. بعد از آن که در سال 2009 در انتخابات ولسی جرگه می شد، من به خانه دکتر صاحب عبدالله رفتم. از همان وقت رفاقت داشتم همراهش، اما راه های سیاسی ما جدا بود. رفاقت افغانی، وطنی و انسانی ما از همان وقت تا امروز دوام داره. و اختلاف های سیاسی؟ خب اختلاف های سیاسی دور جمهوریت بود. دکتر صاحب عبدالله نظریات خود داشت، من نظریات خود را داشتم، اما در کل در مورد افغانستان می اندیشیدیم. آلتنا پیامی اید داشتن، اید مبارکی یا بحث سیاسی هم داشتن؟ با... هیچ بحث سیاسی نبود، تنها به احترام دکتر صاحب عبدالله به منزلشون رفتم. بسیار خوب. چی زمان اصولی سه ترک کردن افغانستان را، کجا بودن بر روز سقوط؟ هر سال طبق قانون اساسی جمهوری دولت اسلامی افغانستان ولسی جرگه در سال دو دفعه تعطیلات داشت. تعطیلات ما 15 و 20 جولای آغاز می شد، اما به تاریخ 15 جولای آغاز می شد، اما قبل از او بعد از 10 کسی نمی بود در پارلمان. اونمو بود که ما به تاریخ 7 جولای 2021 به خاطر چکپ صحی در آن وقت رفتم مسکو. در مسکو بودم و تیکت گرفتم به برگشت خود به تاریخ عبده آگست به افغانستان. اما تاریخ 7 آگست من از مسکو پرواز کردم به دوبای، به امارات آمدم تا به از طریق امارات به کابل بیایم تاریخ عبده آگست. تاریخ 15 آگست بود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد. و کجا رفتین از دوبای؟ مده امارات بودیم تا وقتی که پس برگشتم به افغانستان. اونم تاریخ عبده آگست ما تقریبا یک سال فکس تاریخ 7 جولای افغانستان را ترک کرده بودم به هدف چکپ، آمدم پس به تاریخ 8 جولای به کابل. کیا را دیدن به امارات؟ رفت آمد زیاد، چرای سیاسی بود، بخصوص که باقی غنی هم به امارات هستن، دیدار داشتن؟ دکتر شب غنی را من ندیدیم و از دور جمهوریت همه سیاسیون، همه تاجرا، همه مردمی که در آنجاست، همه 70,000 نفری که تقریبا تنها از ولایت خوس در امارات زندگی میکنن، امرای همه افغانها در تماس بودم. چگونه برگشتن دوباره و
کابل با کی در ارتباط بودن؟ ما از طریق کمیسیون تماس و چه تفاهم شد که شما دوباره آمدن؟ در طول این می یک سال که ما نبودیم و در طول می ده و یازده ماهی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، ما همراه مردم و بخصوص همراه جوانان افغانستان در تماس بودیم. روزانه 200-300 مسیج واتساپ و مسنجر و فیسبوک بر ما می آمد و این تماس ها دوام داشت. خب نظریات مختلف در مورد اوضاع فعلی افغانستان داشته. همه ارتباطات و چی دوی سر ما لرل او مشوری می ور سر لرلی چی دی امارات کمیسیون جور سه دی سیاسی شخصیتون سر دی تماس کمیسیون دی سیاسی شخصیتون سر دی تماس دی کمیسیون رئیس شیخ صاحب مکسر تماس که و او پا همه تماس بندی چی حد اقل دلتا دی افغانستان دی راتلون که پا اره اغا دی زوانان دی تماس چی ما سره درلوده سوالون پا که حل شول او همداسی دی دوی زین سخنگویان زمکسر پا مطبعتی مرکو که اغا چه ومنل چه چی موگا وقتل دی اول ورزی نترنن ورزی پوری اما اغا سبب دی دی شول چی خپل وطن تا حسیم را گرزیدلو حراس دغو چی پا افغانستان که ایا د سیاسیونو، آیا د ولس د نمایندگانو، آیا د خلکو، آیا د هغه خلکو چې هغوی دریز درلود، هغوی د تاریخي او ملي افتخاراتو څخه په تیر کې دفاع کړې ده، د هغو خلکو هم سرونه خوندي دي او که نه. کله چې په دې مطمئن شوم او اطمینان مو حاصل کړ، بیرته وطن ته راغلم. تنها با مطمئن شدن و هم تفاهم در بین بوده؟ کاملا. ما قبلا گفتم یک تفاهم عمومی در مورد وطن که همه سیاسیون از اون ناحیه تشویش داره، او تفاهم هست. به تاریخ 8 من برگشتم، به تاریخ فکر میکنم 5 بود با رادیو بی بی سی سخنگوی امارت ذبیح الله مجاهد همراه ما در یک برنامه چیزی را قبول کرد که خواست ما بود. آن ای بود که در آینده نزدیک لوی جرگر دایر میکنه، قانون را جور میکنه و در این لوی جرگه تمام اقشار را میخواهند و حتی در نظر داریم بعد از آن که قانون را جور کنند که انتخابات شوراها را بکنیم. بنان این چیزی هست که همه مردم افغانستانی را میخواهند. این می تفاهم کلی بین ما، هم نظری بین ما است. تنها برگشتن یا با فامیل؟ فامیل ما کابل بود، هیچ نرفتن. فامیل ما در سال 2005 که از مسکو آمد در دور گذشته امارت از افغانستان رفته بود، در 2005 پس آمدیم، تا امروز نرفتن بیرون خارج، بخاطر زندگی کردن امینجا بودن. در روز سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم فامیل ما در کابل بود. در دوران جمهوریت با موترهای ضد گلوله گشت گذار میکردن، عالم استفاده میکنن یا که تغییرات آمده؟ بحث در اینجاست که بعض اوقات مردم میگه که سیاسیون، خب سیاسیون متفاوت است، مثل که مردم متفاوت است. در سیاسیون مردم استفاده جوی هم هست، مردم وطن دوست هم هست، مردم است که بخاطر مردم، اشخاص است که بخاطر مردم سیاست میکنه، بخاطر مردم وطن، اشخاص است که بخاطر شخص خود و فامیل و یا هم بازی از جناهای نزدیک و احزاب سیاست میکنه. این باز کار مردم است که آن رو درک بکنه که کیها بخاطر چی به سیاست آمدن. من در آر وقتام موتر زیری داشتم، یک موتری زیره، حال هم دارم. در آن وقت هم بسیار واضح موقف ما در مورد استخبارات منطقه که در افغانستان کار میکردن، استخبارات دنیا که در افغانستان کار میکرد، موقف ما به ضد آنها بود و ترس و حراس هم عظمی بود که تحت حمله تروریستی نبیاییم. امروز هم آن خطرات را احساس میکنم و متریزی را دارم. و چقدر امارات متحد بوده و تفاهمی شده، چقدر برای شما امکانات در اختیارتون قرار داده؟ خب اما موضوع کلی کمیسیون است که
موتر زیری بادیگارد به خاطر تامین امنیت خانه و محافظت اشخاص سیاسی در اون در همان تعهدات عمومی از و مهمیایم به ازمو استفاده کردیم. درست. در مورد سقوط جمهوریت گاهی فکر میکردن که این گونه جمهوریت سقوط بکنه و رئیس جمهور افغانستان را ترک کنه؟ سوال است که در روز 15 آگست همه افغان ها حیران مانده بودند. خود رئیس جمهور هم جواب نداد به این سوال. ما در تیم رئیس جمهور بودیم، از نظام حمایت کردیم، بخاطر که نظام بخاطر همه و هر نظامی که بوده ما حمایت کردیم. ما در دوره حامد کرزی هم از نظام حمایت میکردم، مردم میگفت از کرزی حمایت میکرد. در دور اشرف غنی هم ما، دکتر صاحب اشرف غنی هم ما از نظام حمایت کردیم، مردم فکر میکرد از غنی حمایت میکنه. وقتی اون نظام سقوط کرد، امروز هم مردم که در آن نظام زندگی آرام داشتن میگن کاش امون نظام میبود، بخاطر که نظریات خودشان است. بعض مردم شاید سر امارت خوش باشه، حالی زندگیشان خوبتر و بهترتر شده باشه. من فکر نمی کردم که رئیس جمهور افغانستان را ترک میکنه. من به این باور بودم که در افغانستان تحول میاید، تحولی که یک دولت ایجاد شوه و دولت چیزی را که امروز مردم تقاضا دارد. اما استخبارات دنیا و امریکا کار خود را کرد در چیزی که مفاد خودشان بود. در سقوط جمهوریت به این شکل نه امارت فایده کرده، نه جمهوریتی که بوده، نه مردم افغانستان. فایده اصلی را امریکا کرده، اصل کشت و مات را امریکا به افغانها داده و او این است تا مردم بفهمند. تا سال 2024 سیاسیون هم صحبت های مره میشنوند، در کنفرانس های بین المللی به مردم افغانستان، به دولت جمهوری اسلامی افغانستان که او دولت در آن وقت بود، نگفته بود که برای شخص رئیس جمهور، به تمام به افغانستان همکاری های اقتصادی بود، هم در بخش انکشافی و هم در معاشات بعض ادارات، از زراعت گرفته تا بندهای برق. اگر من غلط نکنم 21 میلیارد دلار تمام وعده ها را دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان میکرد که با ما شده، که باید تا سال 2024 دوام پیدا کنه و در سال 2024 باز تصمیم میگیریم که چقدر به مردم افغانستان همکاری صورت بگیره. این همکاری ها به آمدن امارت و رفتن جمهوریت را ما از دست دادیم. این به نفع امریکا شد. از مسئولیت بین المللی که امریکا به مردم افغانستان داشت و به مردم دنیا داشت خود را خلاص کرد. امریکا امروز میگه که این طالبا آمدن، در حالی که طالبا میگه ما به زور نامدیم، به کابل داخل اینجا نظام نبود، ما داخل شدیم. امریکا میگه که طالبا به زور گرفتن. خب رئیس جمهور ما رفت، از افغانستان بیرون شد، نظام سقوط کرد. امریکا به مردم دنیا میگه که مسئولیت ما در مورد تا 15 آگست خلاص شد، ما دیگه همکاری نمیکنیم. یعنی اگر به این شکل این کار صورت نمیگرفت، به طور صلح‌آمیز یک رقم تسلیم یا انتقال قدرت میشد یا یک دولت ایجاد میشد، مردم افغانستان صاحب 21 میلیارد دلار وعده شدگی از طرف دنیا و امریکا بودن تا سال 2024، امروز این غربت نمی بود که امروز است. خب اشتباه تمام سیاسیون تصمیمگیر بوده و سیاسیون تصمیمگیر و اشخاص تصمیمگیر در امارت که نتانستن بین خود بخاطر افغانستان و بخاطر یکی 21 میلیارد دلار را حفظ کنند، صحبت بکنن و بیشنن تفاهم بکنن. درست. و جهان چقدر تقصیر داشت به سقوط؟ 100%.
100%. معاهده دوحه واضح و آشکارا در آنجا ماده هایش نوشته شده بود. شناختن امارت و در آنجا در ماده ها مثلا در یکی از ماده هایش آمده که امارت نمیتونه به اعضای گروپ داعش و القاعده پاسپورت توزیع کنه. این چی مانا؟ این خودش پیغام نیست که قدرت را به امارت انتقال کنند باید افغان ها در آن وقت دولت جمهوری اسلامی افغانستان. و در پهلوی ازی که تفاهم نامه را امضا کردند تمام شرکت های قرارداد شده که با نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداد داشتن به خاطر تجهیزات بم ها، به خاطر هلیکوپتر و طیارات هوایی و دیگر اسلحه، آنها را خارج کردن از افغانستان. اونمو بود که مقصر در متعهدات را عملی نکردن. آنها برای ما یک دولت دیگر را نمیدیدن، اینمی رای حل را میدیدن که در آنجا هم 21 میلیارد دلار و مسئولیت از مسئولیت گریختن را امریکا هم خوبتر دانست نسبت به ای که در جنجال های افغانستان، در تفاهم های افغانستان و در دولت سازی افغانستان دنیا همکاری افغان ها باشه. از اشتباه قوه اجرایه شخص رئیس جمهور وزیران دفاع داخله بارها گفته شده، ولی چقدر قوه مقننه در سقوط جمهوریت نقش داشته؟ اگر ما بگویم که 100% هم بالاتر، ما در ولسی جرگه نتونستیم تمام ولسی جرگه نهاد نمایندگی مردم افغانستان رو به طور درست بکنه. در ولسی جرگه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما از مصاحبه های ما رو ببینیم، اکثریت مطلق پشت فایده های شخصی بودن. یک تعداد مردمی که بخاطر مردم صدا را بلند میکرد، بخاطر مردم کار میکرد، بخاطر قانون سازی کار میکرد، چیزی که مسئولیتشون بود و نظارت دقیق بخاطر مردم از حکومت میکرد، در بین اینمی اکثریتی که نمیکرد این کارها را گم شده بودن و مردم هم به اعتبار وکلا اشتباهات خود داشتن. از یه چمپوتی نمیشه و در آن وقت ما گفتیم، هم در تالار گفتیم، هم در تلویزیون شمشاد برشان گفتیم که این مصاحبه های ما است، هم در برنامه های امواج شما گفتیم، امواج شما گفتیم، در طول نیوز گفتیم. صدای ما در آن وقت هم رسا بود در این مورد. امروز هم که بدبختانه اوکلا هم مسئولیت ها را به طور که قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برش واگذار کرده بود ادا نکردن. چی بود بسری صاحب دلیل اصلی که ما یک شورای ملی مقتدر نداشتیم؟ دلایل خیلی داره. دلیل اول بسوادی مردم ما. مردم در هر کنج و کنار که کاندیدا رو میدیدن، در کاندید به جای از اینکه علمیت و دانش و وطن دوستی او را ببینه، تنها دیده انتیوالی او ملگرتیا و پاللو بندی ور سر کمپاین که و او رای ور کوله. ده جمهوریت پا طول و دورو که هم داشتی بیدی. لکه چنگه چی پا افغانستان که زین خلق وطن دوست دی او زین خلق حسی دی وطن دوسته ناری وهی او هدف تا دی رسولو لپاره دوی دی هر طریقی نه کار اخلی چې دا تاریخ خود لیده تر نن ورځې پورې په هماغه انډیوالیو باندې رایه استعمال کړه. ولسی جرګې ته ځینې داسې اشخاص راولېږل چې د دوی لپاره هدف ملي ګټې، افغانستان دولت نظام مهم دی، نظام چتر د ولس د ژوند لپاره دی. ډیر نه و په نظر کې، بلکې هماغه لکه پخوا چې ما وویل هماغه مسایلو باندې اخته و. بنان زموږ د خلکو بېسوادي مطلق اول عنصر و چې غلطو خلکو ته یې رایه ورکوله، او دا غلط خلک ولسي جرګې ته راتلل، او دغه ولسي جرګه کې هم غلط کارونه همدغه غلطو خلکو کول چې د ټولو وکیلانو نوم ورسره بدید. اصولي صاحب، شورای ملي چقدر از روند صلح باخبر بود؟ روند صلح افغانستان به دست افغانو نبود. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در آن وقت حیات را تعیین کرد. دو تیم حاکم در آن وقت، دکتر غنی و دکتر عبدالله،
هر دویشان تفاهم هم تا یک اندازه را بالای تیم کرده بودن، اما روند صلح به دست امریکا بود مطلق. چیزی را که امریکا میخواست اما شد. شورای ملی هم بعد از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد صلح هیچ خبری نداشت. هرچقدر وکلا چیغ میزد، دولت در مورد صلح برایشان گزارش میداد، اما در مورد تصمیم گیریشان شورای ملی را شریک نساخته بود. اجازه بدین یک مورد دیگر را بپرسم، این که چی شد که شما رئیس مجلس نمایندگان نشدن؟ خب وقت خیلی خیلی گذشت و بدبختی مایی بود، قبلا هم گفتم، در مجلس نمایندگان خواهی نخواهی در آن وقت پول سرازیر می شد، تحفه ها موتر ها سرازیر می شد. در آن وقت هم گفتیم که در مقابل ما پول کم امنی خیلی زیاد استعمال شد، از 10 میلیون هم بالاتر استعمال شد. و در آن وقت وکلا تصمیم گرفت که وصولی را رئیس نسازند، رای بتن به رحمانی، اما رحمانی هم رئیس نشد امرای من. بعد از ما چیزی که بودن، نه رحمانی 50 جمعیه پورا کرد نه وصولی، رفتن طبق اصول وظایف داخلی به دور دو. در دور دو دوستای دیگری آمدن که لالا جاوید بود فکر میکنم، صافی صاحب بود، یکی دوتای دیگر بود، و هم کامیاب نشدن. به دور سی رفتن، در دور سی هم کسی کامیاب نشد. 3 دور انتخابات شد و در آن 3 دور انتخابات 25 میلیون دلار، 27 میلیون دلار تا و بالا شد. بعد از او در دور چهارم باز امرای رحمانی باز از یک طرف میگم، باز از در دور چهارم آقای رحمانی با آجی خان وردک برآمدند، که از آجی خان وردک که در رحمانی رای بلندتر گرفت. خب من اگر پول میداشتم، من رئیس مجلس بودم، جوان بودم، تحصیلات ما از دیگر را که زیادتر بود و زبان را هم داشتم که دوستان را قناعت داده میتونستم. از رای دو دور انتخابات ما معلوم میشد که مردم هم همراه ما بود در آن وقت رای میدادن، و تا امروز هم من که میبینم محبت مردم ها که تشکری میکنم، مرا دوست داشتن، تنها پول نداشتن. پس در زمان دلیلی که چرا اول اعتراض کردن دوباره پس سکوت کردن چی بود؟ ما سکوت نکردیم. من در دور اولیم که انتخابات شد 3 کاندید داشتیم. من 69 رای گرفتم، رحمانی صاحب 74 رای گرفت، یاسینی صاحب محترم 59 رای گرفت. بین ما و یاسینی صاحب ائتلاف صورت گرفت که یاسینی صاحب باید برای ما رای بدن. خب در دور دو رای به ما استعمال نکردن، رفتن 123 رای جناب رحمانی گرفت، 55 رای ما، که 50 جمع 1 باید 124 رای میشد. یک رایشان رای در آنجا 2 اعتراض داشتم. یک اعتراضی بود که مثلا جل صورت میگرفت، دوستان میامدن بعضی از وکلا بدبختانه که حال خوبم نیست، وقتی رم شده وکلا خفام نشن، مگرم سوالتان بود که چرا اعتراض کردین. اعتراض کردم به خاطر که بعض دوستا می آمدن بیرون گپ می زدن، وقتی نامش خوانده می شد که مثلا احمد می رفت ورق رای می گرفت، پشت صندوق می رفتن در آنجا تک مارک می کردن به کاندید مورد نظر که اینی است، او رای قاط می کرد یا در دسکاول یا در جیب می انداخت و یک ورق سفید می گرفتن قاط می کردن، پس می آمدن ورق سفید در صندوق می انداخت، رای را در جیب می گرفتن بیرون می کشیدن، بیرون به شخصی که امرایش صحبت کرده هر قسم او را قناعت داده و کارشان، رای او آدم می گرفت از پیش از او. او باز تیم داشت 10 نفر 5 نفر 10 5 6 رای جمع می کرد برای یکی از دوستا که نوبتش بود بعد ازی می داد، که او می رفت او رای خودم تکمارک می کرد پشت صندوق که تا می شد 2 رای 3 رای 4 رای که جمع هم شده او رو کلش استعمال می کرد. و شما اتر وکیل سوار در کنارتون نداشتن؟ اینمو تو اینمی خبر، من از اول تصمیم جل را نداشتم. دوستا آمدن پیش من که بدر این تو پروگرام صورت می گیرم رایت. من اعتراض کردم، اصلا در مطبوعات امروز که رئیس موقت مردم در صندوق ورق سفید میندازه رای بیرون میکشن، باز مقصد اگر در صندوق رای سفید کاغذ سفید برآمد، کاغذ سفید که هیچ عکس نیست اونجا،
کاغذ سفید برآمد، صندوق باطل است، به خاطر که رای کشیده میشه باز دو تا پنج پلتو استعمال میشه. گفت بی قیس ایس باطل است. وقتی واس شد کاغذ های سفید برآمد. گفتم یک. دوم، برای بعضی ها گفته بودن که شما که رای میتین اینو تو نشانی کنین. از یا من خبر شدم. در اصول وظایف داخلی ما رای باطل شده و یا در دو جای قلم خورده باطل است، که در او رای از در ایام از 124 رای جناب رحمانی در وقت از در ایام زیاد بود، اما من یک رایش کافی بود که ناکام شد، سر از امو اعتراض کردم. پیشنهاد من این بود که میریم به دور دو. اعتراض کردم، جنجال کردم، نماندم. دوستان میگه اصولی به زور ای چی رو نمیمان، به خاطر خود ریاست میخواست. نیم مصاحبه ما رو ببینین. من گفتم ما هم ناکام هستم، شما هم ناکام هستین، هر دوی ما ناکام هستیم. 50 جمع یک پورا نکردیم. دوستان میگفتن نه ما پورا کردیم، اعلان کردن ما میریم ریاست میکنیم. خانشان آباد قبول کردن که ما سرم یک رای باطل شده سر رای گیری میکنیم امرایتان، بیاین گفتیم رای گیری کنیم. پیشنهاد ما بود که قبول شد، رای گیری کردیم در تالار. همه تالار رای داد که رای باطل است. وقتی یک رایش باطل شد ناکام شد آدم رحمانی، ناکام شد، رفت انتخابات. بعد از این مسئولیت ما در مورد راند اول خلاص شد. مشیشتم، ما کار خود کردم، چیزی که بود مسئولیت خود ادا کردم به مردم، ثابت ساختم که جل صورت گرفته بود. در دور دو رای دادن، در دور سه رای دادن، در دور چهارم رحمانی رئیس شد که کار من بود. من نمیتونستم در دور چهارم جنگ سالار واره تفنگ بگیرم که من نمیمونم. باز فرق ما و جنگ سالار و تفنگ سالار چی بود؟ من خود قانون را تطبیق میکردم که تطبیق کردم. آل رحمانی دوستتان است یا مخالفتان؟ کاملا رفیق من، قبل از آن رفیق من بود. تماس دارین؟ حالا هم تماس هم دارم، من رایشان مردانه وارم، رایش صحبت دارم. خیلی خوب، ای که دوباره برگشتین به کابل هفته گذشته، چی گونه یافتین فضای کابل را و بخصوص حاکمیت امارت اسلامی را؟ خب من در میدان هوایی وی آی پی را دیدم. وی آی پی صرف امو وی آی پی است، تغییر کردن. در آن وقت دریشی بود، لباس شخصی است. و شما هم که با دریشی برگشتن؟ ما با دریشی برگشتن. از محدود چرایی بودن که ما ببینین اصولی را هیچ وقت تغییر پذیر نمیبینین، و اصولی را ببینین چیزی را که اصولی میگه، چیزی را که پشتش نوشته میکنه. بسیاری مردم پشت اصولی میگن که اصولی تعصب میکنه. تعصب اصولی بود که مثلا یک نفر میخیست در پارلمان میگفت که ما افغان نیستیم، افغانستان را نمیپذیریم. در مقابل از اینکه اصولی صحبت میکرد میگه اصولی تعصب میکنه. ما برایشان میگفتم او جنگ سالار، او توپک سالار، بلیاز گور مردایتان، پولدار شدین، شهرک چور کردین، تجارتایتان خوب میچله، نکنین نظام را چلنج، نکنین وطن را چلنج، اگر کلتان را سر املوک میزنه میرین. اما تو شد کتشان از دست ما هاست. من خود آل مبرا نمیدانم اسمش، بخاطر که من در اولیسی جرگه بودم، اما قبول نمیکردن. ما مسئولیت خود را ادا کردیم. دوستان میگفتن که اصولی او خدا نخواسته قوم نگویه، در حالی که ما در یک مصاحبه نام قوم نگرفتیم. اگر ایتو یک مصاحبه را کس پیدا کنه که نام قوم اصولی گرفته، ما علنی از تمام اقوام هم معذرت میخوایم، هم در عمرم سیاست نمیکنم. این تو یک حالت داریم ما در افغانستان. بینان فضای افغانستان فعلی که حالی دیدیم تغییرات آمده. ما با دریشی برگشتم، وقتی پسون میرم به سفر با دریشی میرم، به خاطری که ما تحصیلات ما در روسیه شده. در دور قبلی امارات رفته بودم روسیه، در آنجا تجارت داشتم. تا همین دو سال پیش هم فابریکه این بود اونجا که دو سال پیش رو فروختیم. تجارت اکسپورت ایمپورت ما از 17 سالگی ما هست، اما تو دوام داشت تا آمدن ما در 2010 تا وکالت. در دور وکالتیم و امروز هم که امارت است. و فضای کابل و حاکمیت امارت را تا بال ما امروی میمانا مصروف بودیم، کارهای دولتی از یار ندیدیم. تنها همون مسائل کمیسیون که کارت جور کو، به اصطلاح موترش تنظیم کو، امنیتش بگیرین، اونمو کارار کردن. مطبوعات دیدیم و مردم دیدیم که خیلی پریشان هستند که آمدن، خیلی خف هستند، خیلی غریب هستند. اینمون فضا رو دیدیم. و در دور جمهوریت وقتی که ما بیرون می رفتیم پس می آمدیم، مردم سیر بود، مردم پول داشت، مردم هم که می آمدن پشت وظیفه می آمدن پیش ما، می گفتن برای ما وظیفه پیدا کنین. آل اکثریت جوان ها که پیش ما می آید
برای ما گفتن که ما کار خود جور کردیم میریم بیرون از کشور. برای وضعیت فعلی افغانستان گفتگوهای سیاسی رو راه حل میبینین؟ راه حل راهی که ما یک دولت داشته باشیم، تنها و تنها مباحثات سیاسی، نشست های سیاسی او در طول و طرفون و ترمنز جور جره ایده. جنگ ده حل لاره نده پا افغانستان. تاسی دست یک تاریخ چه موگوری او ننم که ورباندی فکر وکی فکر وکه داوز چی چوک چوپک واخلی او جنگیگی ده امارت پا مقابل گی دو دری چلور پینزه ولایتم که احیانم تصور وشی چی ده اغوی مخالفین و لاسته ورغلی بیا چه که خو بیا بمکنی نو خدا ده چی سیاسیون ده افغانستان ده امارت ده مشرانو سره تولکینی تفاهم وکی در افغانستان دی ولس لپاره یو مقتدر دولت جور کی. رای حل را انتخابات میبینین یا جرگه؟ تفاوت کوی، تفاوت میکنه. ببینیم ما نمیتونیم که بگویم که امروز رای حل اینمیست که بریم امروز طرف انتخابات و اینمی رای حل است که امروز انتخابات امکان پذیر نیست. ما دولت فعلی که داریم در ننه دولت چیل رو در سرپرست نویتی پا قانون که نده تشریح سوی دی دولت مشروعیت در قانون دمخی که اول باید قانون جور کر. قانون چه ده؟ قانون زمک پا تاریخ که دی لوی جرگیل خواد جور سوی یوازینه د حل لاره دا ده چې په افغانستان کې یوه سرتاسري لویه جرګه راوغوښتل شي چې په هغې کې ټول اقشار د ټولنې ځوانان د امارت مشران سیاسیون د مدني ټولنو غړو په بیرون کې ځینې پاک نفس افغانان او په داخل کې پاک نفس افغانان راټول شي سره کینی په قانون باندې بحث وکړي نویت د نظام تعریف شي چې امارت اوکې سعید موافق امارات بیخی وقتی لوی جرگه تصمیم میگیره خب قبول میکنیم دیگه امارات که تصمیم اونیوی چی مثلا قانون جوره او پا دی شکل دی لوی جرگه فیصله با هم مگمن و هم طول افغانان چلویخ میلیون افغانان دخو نیش که دی چی بیا یو چوک پا هرات که رجگی چیز دی لوی جرگه فیصله نمنم او دی سر جنگ کوم دخو بیا نو خود جنگ سه دخو نو بیا نتیجه نور کهی دی حل لاره داده چی لوی جرگه دایره شی قانون جور شي نویت د نظام پکې تعریف شي بیا وروسته د هغې په انتخاباتو بحث وشي که لویې جرګې انتخاباتو ته لاره خلاصه کړله همغه به د افغانستان لپاره خوشبختۍ لاره وي لویې جرګې که چند پیش برگزار شد چه انتظار داشتین از لویې جرګه ما که همراه مسئولین امروزی همراه بعضشان تماس گرفتم در مورد ای رو لویې جرګه نمیگن یا میگن ای لویې جرګه نبود میگن ای جلسه علما بود دی علما و جلسه پا دی حالت که مثبت کام دی دیر خواه شد چی دایره شد دیر خواه منفی و مثبت دوار ارخونه لری اما پا دسی وقت که ام دا دایره ول دیر خواه شاید فیلی نظام خپل هدف بکلاره دی دنیا لپار دی ولس لپار اما اگه بسر ترسی دلی اوز دی اگه چه چی مک ولس توقول رو اگه او کی سیاسیون او ده امارت مشران بلوی جرگه بندی ده کار بود نظرتان در مورد شورای مقاومت و همچنان جبهه موسوم به مقاومت این جبهه ها دو تاست از اردویش جداست یکی جبهه مقاومت است که در جبهه مقاومت هم سالی صاحب نظر خدا داره و مسعود صاحب نظر خدا داره و یکی به نام جبهه آزادی که بعض دوستای دور جمهوریت او رو پیش میبره که با مقاومت هیچ ربطی نداره هر دویش مستقلانه کار میکنه جنگ از وان بین از وان سر مشری جبهه هاست سر عزیز که مده قوم مطرح شوم زیادتر هر دو جبهه و من میگم اعضای جبهه مقاومت هم مردم افغانستان است جنگ رای حل نیست اینمی مردم افغانستان رو باید نظرش شنیده شد که چی میگن و وقت و زمان شنیدن نظرشان
همغه وخت او زمان د دوی د نظر د اوریدلو لوی جرګه کولی شي چې مقاومت جبهې د ازادۍ جبهې نورې جبهې سیاسیون د افغانستان احزاب د افغانستان تیر شوي احزاب که اوس دوی احزاب لغوه کړي سرپرست دولت تیر شوي احزاب مثلا حکمتیار صاحب دلته یو رهبر ده سیاف استاد سیاف یو رهبر ده په افغانستان استاد محقق هم که خراب کارونه یې کړي دي او که ښه یې کړي په هغې باندې ځان ته بحث ده خو یو خلکو ته یوې ډلې خلکو ته خو مورې د قبول دي هر یوې دا خلک په تیر کې په یو چیش باندې حتما دغسې نور سیاسیون تر لاندې کتګوریو خپل کتلې لري خلک لري دوستان لري ملګري لري دا ټول باید حضور پیدا کړي او دوی نظرونه په لویه جرګه کې واورېدل شي لویه جرګه باید د ټولو نظرونه توحید کړي او د افغانستان د ولس لپاره ټول وګړي او مشران د لویې جرګې تصمیم ونیسي آیا کابینه امارت اسلامی به باور شما کابینه همه شمول است؟ در این مورد من یک نظر شخصی خود را دارم خب همه شمول و ما مخالف امین نظر همه شمول هستم ما مخالف جور کردن دولت همه شمول هستم ایره نگوین که همه شمول ولسمنه لای دولت باید جور سی دولت که مردم افغانستان رو قبول کنند مردم وقت همه شمول شدن مانایش چیست؟ همه شمول یعنی چی؟ یعنی پس امو وزیری بیایه که وزیر بود پس امو وکیلی بیایه که وکیل بود پس امو رئیس جمهور بیایه که رئیس جمهور بود پس امو شخص بیایه یا نماینده های به اصطلاح از اقوام مختلف بیایه که به اقوام مورد قبول باشه اون خوبتر است نه اشخاص در طول اقوام نمایندگی باید در افغانستان به دولت که ووسی فیلی سرپرست کابینه ده او زه مطمئنیم چه در لوی جرگه پا جوره دلو سره در طول اقشار و حقوق ورکول کیگی طول قومونه طول افغانان او حاکم مسئولین فیلی کوشش بدی و کی چه در طول انتقادات و در طول مسئولیت ادا سویوی تر څو لویه جرګه راوغواړي او لویه جرګه قانون تدوین کړي او هر شخص لاړ شي د قانون د مخې وزیر شي د قانون د مخې لاړ شي وکیل شي د قانون د مخې لاړ شي رئیس شي و نبود زنان در کابینه چقدر نگران کننده است نادیده گرفتن زنان د سترګو نه اچول د ښځو په افغانستان کې په اسلامي ټولنه کې امکان نپذیره ده او باید ونیسي دلته دید فرق نظر فرق ډیری خلک وایي چې موږ ښځو ته حق ورکوو په شرعي چوکاټ کې یعنی حق زنو را میدیم در چوکات شرعي کافی است ما الحمدلله کلی ما مسلمان هستیم در چوکات شرعي حق زنو را بده اگر زن حق داره که تجارت کنه تجارت اجازه شه بده اگر زن حق داره که وزارت کنه وزارت اجازه شه بده اگر زن حق داره در گذشتان بوده که خانم مدیر یک لیسه باشه خانم کارمند دولت باشه اجازه شه بدن ندادن در خلاف شریعت در حقوق شرعی زنان اینی باز جرم پنداشته میشه اگر مکتبای دخترانه بالاتر از صنف ششم بازگشایی نشه شما هم نیست یک چهره سیاسی به مسابقه یک چهره سیاسی چه میکنن؟ اگر حق دختر مره دختر خودت دختر بچی دختر افغان را دولت ما حق شرعیش بگیره از حق شرعی خانم حاضر آمده از تظاهرات گرفته تا بایکات با حکومت ها و نظام های حاکم میشه تصمیمتان برای ادامه ماندن به کابل آیا دوباره فعالیت سیاسی تان ادامه میتن؟ ما دخل کو دولس استازه ایوان او د ولس خادم به پاتې کېږم پخوا په یو قانوني نهاد کې زه د ولس استازی وم د ولس نه مې رایه واخیسته نن هغه قانوني نهاد نشته دی
تر څو چې هغه قانوني نهاد رامنځته کیږي د قانون د مخې زه به د ولس په منځ کې د ولس خادم اوسیږم. ما میخوایم چند چهره را به شما نام بگیرم و نظر شخصی شما را در اون مورد داشته باشم. ابتدا از رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای غنی. چی کرده آقای غنی؟ نظر شخصی شما در موردش. رئیس جمهور افغانستان بود، ریش سفید افغانستان است، استاد پانتون بود. کافیست؟ آقای مایب، دکتر مهم رفیق شخصی ما بود، جوان بود و فکر میکنم که مشاوره و هم افغان ها میفهمه که مشاوره امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. و هم اصطلاحی هم که مثلث گفتم شد آقای فضلی. در مورد آقای فضلی ما چیز نمیخویم. هیچ نظر شخصی هم ندارم. هیچ نظر ندارم در موردش. درست. و رفیقی روزای شما آقای عبدالله؟ دکتر صاحب عبدالله، دکتر صاحب عبدالله در 20 سال گذشته در دوره جمهوریت سیاست را بازی کرد که باز حلقات میخواستند در افغانستان نفاق ملی را ایجاد بکنه. امی آدم تا یک حد اندازه مسمر تمام شد تا امون نفاق را از بین ببره با فعالیت های سیاسی خود و به حساب شخصی آدم خوب است. درست. به یک چهره اخیرا میخوام نام بگیرم، نظر شما رو داشته باشم در مورد آقای صالح. با آقای صالح ما دو بار ملاقات کردیم، آنقدر زیاد نمیشناسمش. درست. اگر در امارات اسلامی بر شما پیشنهاد شده که کار بکنن، حاضر هستین بپذیرین؟ ما در دوره جمهوریت هم به من دو بار پیشنهاد مسئولیت های حکومتی شد. ما در آن وقت هم این کار کردیم. انتخاب ما وکالت ولسی جرگه بود که نمایندگی از مردم میکرد. فعلا هم اگر برای ما در نظام فیلی سرپرست هم اگر انتخاب مسئولیت های حکومتی را بکنم، من نمیخوایم بکنم. درست. چی باید شود که امارات اسلامی را جهان بر رسمیت بشناسه حالا که ده ماه میگذره از روی کار آمدن امارات اسلامی؟ امارات اسلامی انتخاب داره، یا به صفت یک گروه طالب میمانه و یا ای امی گروه طالب دولت رو تشکیل میده. این انتخاب باید دولت سرپرست بکنه فعلا و این مسئولیت رو هم داره. مردم هم از پیشش میخواه. امارت قبلیشان، امارت امروزیشان امارت قبلی نیست. امروز بالای تمام افغانستان حاکم هستند، تمام ولایت افغانستان تحت کنترلشان است که خیلی خوب شده. خب جزیره های قدرت نیست، خیلی خوب است، مثبت است. اما در همین همه این کارها که شده حال مسئولیتشان زیاد شده که انتخاب بکنه، دولت را جور کنه. فعلا این یک حکومت سرپرست است. خپل طالب چرواکی هم پدی باید پوشی او طالب عسکر هم پدی باید پوشی چی فعلا دا سرپرست حکومت ده او دوی انتخاب لري چې دوی هم داسې پاتې کیږي که دولت کیږي. دوی د طالب غوندې پاتې کیږي که هغه مسؤلیت چې اوسې لري د افغانستان د خلکو په قبال که هغه هم اعاده کوي او چې باید اعاده یې کړي. موږ ولس ټول هم دا غواړو ځکه دوی مسؤلین دي. اوس لوی جرګې ته دې لاره خلاصه کړي، نویت د نظام د معلوم شي. صحیح ده، اسلامي نظام ده، در امارت نوم ورکوي ورکه، خو دغه مسایل په یو قانون کې تسجیل که ولیکه چې زموږ به نظام داوي، بیرق به مو داوي او ملي ارزښتونه به مو داوي، د وزیرانو ټاکل به مو په دې طریقه وي،
او د زعیم د دولت ټاکنه به مون په دغه طریقه وي او د چا لخوا به ټاکل کیږي، د علماو لخوا، د کومو علماو لخوا. دغسې یو قانون باید جوړ شي تر څو خدای نه خواسته یو وخت کې زه مړ کیږم، تاسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د وفات شوی دی. انسان وفات کیږي، هغه تل نه پاتې کیږي. که زعیم د دولت هم وفات کیږي، دا بل زعیم به څنګه راځي او د پزامت باندې چې بیا د ماوینینو جنجال ونیشي؟ که سر زامت ماوینین جنجال نکنن، بنان نوی امو طریقی آمدن زعیم دولت باید در یک قانون تسجیل شود. بیرق، نویت نظام، مشروعیت از کجا میگیره، همیشان در یک قانون جور کنن، ایره باید بکنن تا دنیا را به رسمیت بشناسن. برگشت چرای سیاسی را به کشور چگونه میبینن؟ چقدر امیدوار کننده است و برخ چرایی که آمدن تا فعلا به کابل و روند ادامه داره و چرای دیگه هم که بیایه؟ من امی روند رو مثبت میبینم. ببینین در بیرون افغانستان در دوره داوود خان حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد، کودتا کرد یا انقلاب کرد یا قدرت گرفت، هر نامی که میتیم، کسی که در کابل بودن، مردم کابل اکثریت مطلقشان کوچ کردن، دولت مردایشان کوچ کردن، رفتن اروپا، غرب، امریکا، آمدن از دهات خیلی مردم کابل نشین شدن، آنها تحصیل یافته شدن، دولتداری را یاد گرفتن، مجاهدین صاحب آمدن. کسانی که در کابل بودن در دوره دکتر نجیب آنها کوچ کردن، کسی پشاور رفت، کسی امریکا رفت، کسی کانادا رفت، کسی ممالک مختلف رفتن. پس مردم دهات شهرنشین شدن. امی شهرنشین های از دهات که آمدن مجاهدین صاحب ها، پس تا که اطفالشان از جورج واشنگتن، پانتونی جورج واشنگتن دیپلم گرفتن، کس از دبی گرفت، کس از ترکیه گرفت، تحصیل یافته شدن، طالب آمدن، پس یعنی شهرنشین شدن. من فکر میکنم رای حل این نیست که کل ما بریم از وطن. نتیجه نمیت، زندگی خوب آرام خواد داشته باشی، اما باز هم در مورد مردمت اگر کمی احساسون باشه فکر میکنی. خوب است که آدم در داخل افغانستان بیاین، اگر نظر خودم داره اینجا بگه، اگر فعالیت سیاسی خودم میکنم اینجا مردانوار بکنه، اگر باز دیدی که کدام نظام، کدام شخص، کدام کسی میکشید، میزنید، نمیمانید، صدای خود در دنیا میشنه و مردم هم زودتر میبینه که امروی خودت میشه نسبت به یکی با یک جوان دیگری، نسبت به یکی مثلا با یک گروه کوچکی صورت بگیره. و من مطمئن هستم که اگر تمام سیاسیون به افغانستان برگرده و زندگیشان حفظ باشه، قسمی که همیال از طریق کمیسیون صورت میگیره، اوضاع سیاسی افغانستان هم تغییر میکنه. یک بحث ایران و پاکستان، فکر میکنین دوست خوب افغانستان باشن؟ پاکستان هیچ وقت دوست خوب نبود، ایران از القیاس. خب من میفهم دولت مردا هر وقت کوشش کرده، جمهوریت هم کوشش کرده. من در دوره جمهوریت رفتم، دو نفر از وکلا اومدن مرا بردن به سفارت پاکستان. در سفارت پاکستان گفت خواسته خودت، من رفتم ششتم کتشون، سفیر صحبت خود کرد، از سفیر که من اومدم یک کسی به نام برکی نامش میگیرم، به نام برکی اومد مرا در اتاق خود دعوت کرد، در دفتر خود، یک کافی هم روی ما بخو به خاطر که خودت بسیار دیدیم در مطبوعات. گفتم ششتم، دو نفر اومدن که به اردو صحبت میکرد، اردویشان هم روی ما صحبت کرد، به انگلیسی شروع کردن، گفتم ببین به اردو، من اردو یاد دارم، صحبت کردیم هم روش در اردو. گپ آخرشان برای ما همی بود که شما طرف اسلام آباد نبینین، ما طرف ایچی نمیبینیم، به اصطلاح طرف کابل. اسلام آباد دیدنشان اون موضوع خط دیورند بود. در جمهوریت هم تمام دولت مردای ما احتیاط از احتیاط کار میگرفت، احتیاط نکار اخیسته تر تو در تکر غرد نشی، واسم دی احتیاط نکار اخلی. اما هیچ وقت در خلق دموگل پاره دوستان نو، خدای دی اوز دوستان جور کی، او خدای دی هغه گټه دی دوی چې په خوای په افغانستان کې پاللی اوسی و نه پالی، دا ډیره ښه خبره ده. خو زدی شک پستر کرد آل که دوباره برگشتن به کابل و زیر حاکمیت امارت اسلامی زندگی میکنن، کدام بیرق را میپذیرن؟ سوال عجیب و غریب. ما در افغانستان خیلی بیرق قاره دیدیم. حزب دموکراتیک خلق افغانستان بیرق سرخ داشت، شورای نظارم سیرنگه چیزی را جور کرده بود بیرق داشت، طالبان بیرق سفید، ما بیرق ملی داریم.
که او را از امان الله خان از روز استقلال به ما ماندن و سرشلوی جرگه فیصله کرده. تا بال بیرق ملی ما هموز برای مردم، بیرق سفید، بیرق نظام حاکم است فعلا. وقتی بیرق ها اگر سفید بود، اگر سیرنگه بود، اگر کدام رنگ دیگه بود، ملی میشن که لوی جرگه او را تصویب کنه. چیزی را که لوی جرگه تصویب کرد، اونمو بیرق، بیرق قلبم است. بسیار زیاد تشکر آقای کمال ناصر اصولی، نماینده مردم خوست در مجلس نمایندگان دولت پیشین، از یک فرصت گفتگو را دادن. بسیار تشکر اصولی صاحب، خوش آمدید. وقت شما خوش. خوش آمدید. بخیر باشه. سلام.